بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر حضرت امام حسین علیه السلام و درود بر شما بینندگان عزیز. اخبار شیعان جهان را به سمع و نظرتان خواهیم رساند. ولادت با سعادت امام رضا علیه السلام بر شما مبارک باد. سرخط خبرها. آغاز پروژه ساخت بزرگترین حوزه علمیه در نزدیکی حرم امام حسین علیه السلام. ساخت حسینیه به شکل جنت البقیع در کراچی. و زندانی شدن یک خطیب حسینی در بحرین. به این بخش خبری خوش آمدید. عملیات ساخت بزرگترین حوزه علمیه در فاصله 200 متری حرم حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام در شهر مقدس کربلا آغاز شد. حوزه حضرت سید الشهدا علیه السلام بنابر تأکیدات و توصیه‌های بزرگ مرجع جهان تشیع حضرت آیت الله العظما سید صادق حسین شیرازی دام ظله، مبنی بر تربیت طلاب و مبلغان علوم اهل بیت علیهم السلام در حال ساخت می باشد. به گزارش شیعه ویوز، این حوزه علمیه دارای زمینی به مساحت 500 متر مربع واقع در خیابان قبله امام حسین علیه السلام مقابل مرقد علامه ابن فهد هلی قدس سره می باشد که قرار است در 10 طبقه ساخته شود و مرکزی برای بهره‌مندی علما و اساتید و طلاب حوزه های علمیه باشد. شایان ذکر است پروژه ساخت این مرکز علمی شیعی آغاز گردیده و مراحل اولیه سازه و بتون ریزی فونداسیون آن به اتمام رسیده است. حسینیه‌ای به شکل جنت البقیع در پاکستان ساخته شد. به گزارش شیعه ویوز، تصاویری در فضای مجازی دست به دست می شود که نشان می دهد حسینیه‌ای در کراچی پاکستان به شکل گنبد بارگاه حرم مطهر بقیع ساخته شده است. در توضیحات این تصاویر آمده که در ساخت این حسینیه از ابعاد واقعی حرم مطهر بقیع الهام گرفته شده است. پیش از این نیز شیعیان هندی در شهر لکنو حسینیه ای را به شکل جنت البقیع ساخته بودند. پیش از این مرجعیت شیعه آیت الله العظما سید صادق حسین شیرازی مدظله در بیاناتی فرموده بودند ویران کردن بقیع از بزرگترین منکرات روزگار است، ولی در این میان مسلمانان فقط به شعار دادن و گریه و زاری بسنده کردند. باید تکلیف خود را در قبال هدم بارگاه امامان بقیع علیهم السلام به جا آوریم. وهابیون دوبار در سالهای 1220 و 1344 هجری قمری با اتکا به فتوای 15 نفر از مفتیان وهابی مبنی بر ممنوعیت ساختن بنا روی قبور و لزوم تخریب قبور، اماکن و بقعه‌های بقیع را ویران کردند و اشیای قیمتی حرم‌های بقیع را نیز به سرقت بردند. یک روحانی شیعه دیگر در بحرین زندانی شد. دادگاه تجدید نظر حکومت آل خلیفه حکم زندان شیخ عبدالمحسن ملا عطی الجمری را به دلیل پرداختن به سیره معاویه در یک سخنرانی دینی تایید کرد. دادگاه بدوی حکومت آل خلیفه چند ماه پیش این خطیب حسینی بحرینی را به دلیل یک سخنرانی در یک مناسبت دینی به یک سال زندان محکوم کرده بود. اتهام وارد شده به شیخ الجمری اهانت به معاویه ابن ابی سفیان بیان شده است. حکومت بحرین طی ماه‌های گذشته روحانیون و فعالان مدنی شیعه بسیاری را احضار و بازداشت کرده است، اقدامی که به گفته فعالان حقوق بشری در راستای سیاست طائفه‌گرایانه حکومت این کشور صورت می‌گیرد. بحرین اکثریت قاطع جمعیت شیعه را داراست، اما به دست حکومت سنی مذهب اداره می‌شود که در آن شیعیان از داشتن بسیاری از امتیازات اجتماعی و حتی ابراز عقیده محروم هستند. حمله جنگنده‌های سعودی به شهروندان یمنی ادامه دارد. بر اثر حمله جنگنده‌های ائتلاف سعودی به منطقه المقاش ناحیه از صفرا در استان سعده یمن، یک دختر بچه و یک زن مسن به شهادت رسیده و 6 نفر از جمله چند کودک مجروح شدند. به گفته منابع محلی، شهدای این حمله مریم علی حسین ابوریعه و سما زیف‌الله احمد شعلول نام دارند. مجروحان این حمله هوایی
به مراکز باقی مانده از بمباران‌ها انتقال یافتند و حال عمومی برخی از آنها وخیم است. در حالی که حملات سعودی به یمن همچنان ادامه دارد، خالد بن سلمان بن عبدالعزیز، معاون وزیر دفاع عربستان در اظهاراتی مدعی شده که این کشور در راستای ایجاد امنیت و صلح در منطقه و جهان تلاش می‌کند. علی‌رغم آنکه عربستان پیشتر مدعی شده بود به دلیل شیوع ویروس کرونا با آتش بس سر یمن موافقت می‌کند، به حملات هوایی خود علیه مردم بی‌دفاع این کشور ادامه داده است. به دستور نخست وزیر عراق، عملیات گسترده علیه عناصر تروریستی آغاز شد. ستاد اطلاع‌رسانی امنیتی عراق طی بیانیه اعلام کرد به دستور نخست وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح مصطفی الکاظمی، زیر نظر فرماندهی عملیات مشترک، فرماندهی عملیات بغداد، عملیات نظامی گسترده را در شمال این استان آغاز کرد. در این عملیات، یگانهای فرماندهی عملیات بغداد، یگانهای تیپ نیروهای ویژه، ریاست ستاد ارتش، تیپ 37 پیاده نظام زرهی، تیپ واکنش سریع، تیپ مأموریت‌های ویژه پلیس فدرال، یک تیپ از نیروهای مردمی با پشتیبانی نیروی هوایی ارتش عراق شرکت دارند. این ستاد تأکید کرد این عملیات بر اساس اطلاعات دقیق برای پیگرد بقایای سنی‌های تندروی داعش و بازرسی و تفتیش این مناطق به منظور تقویت امنیت و ثبات و دستگیری افراد مورد پیگرد و حفاظت از منافع شهروندان این مناطق به اجرا درآمده است. ممنون از اینکه با ما همراه بودید. اللهم عجل لولیک الفرج. یا علی، خدا نگهدار.